اکنون محمد اسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی به گونه زنده با ما از هرات وصل است و با اونا در مورد انتخابات امروز صحبت میکنیم. آقای اسماعیل خان سلام بر شما. سلام علیکم و رحمت الله. آیا امروز در انتخابات شرکت کردین؟ آیا رأی دادین آقای اسماعیل خان؟ ما اگر شما معلومات داشته باشین در روز سه شنبه و روز چهار شنبه دو مجلس در کابل داشتیم در خانه جناب آقای کرزی و آقای گیلانی. بله. ما گفتیم که انتخابات مشکلات خود پیش رو داره، به خاطر اینکه ما در چالش ها شریک نباشیم ما گفتیم حمایت میکنیم از پروسه صلح. درست. اگه واسه ما شرکت نکردیم. شما شرکت نکردین. آقای اسماعیل خان در اون نشست، دو تا نشست که شما در کابل داشتین هشدار دادین که رفتن به طرف انتخابات افغانستان میبره به سوی یک بحران عمیق سیاسی و یک آینده پرخطر. آیا موقف شما هنوز هم چیزی است که در کابل گفتین؟ خب یک واقعیت است که هم حالی هم که شما میبینیم انتخابات که فعلا صورت گرفته با تعداد اندکی که از مردم شرکت کردن، با تعداد حدود بیش از 9600 قریب به 10 میلیون نفر که ثبت نام کرده بود کمتر از 50% مردم رفتن، این به ذات خود میرسونه که مشروعیت انتخابات زیر سوال میبرد. لذا در این حالت باید کسانی باشند که در اگر تقابلی صورت میگیره که روز ما پیشبینی داریم که امیدواریم صورت نگیره، باید عده‌ای باشند که همکاری کنند تا افغانستان از با مشکلات جدید روبرو نشه. پیشبینی شما دقیقا از چی است آقای اسماعیل خان و چرا باید چنین انتظار داشت که انتخابات این بار به بحران بره و تا اندازه ای که بعد یک گروه بیایه و به قول شما که شماها هستین میانجیگری بکنین و این بار نقش وزیر خارجه پیشین امریکا را بازی بکنین؟ نه خیر، ما نقش وزیر خارجه را اجرا نمی کنیم، بلکه ما با انتخابات گذشتی که ما دیدیم که با چی بحران جدید روبرو شد که سرانجام نتونست بیاک انتخاب بیاک رئیس جمهور مشروعی که طرف قبول همه مردم باشه صورت نگرفت و یک حکومت تقریبا مشترک و مصلحتی به وجود آمد. ما با در نظر داشت و انتخابات قبلی و پیش بینی می کردیم که شاید انتخابات پیشرو هم عین مشکل داشته باشه که امروز ما عملا میبینیم عدم میزان شرکت مردم نسبت به بیباوری هایی که به کمیسیون انتخابات داشتن و به حکومت داشتن و تهدیدات بیش از حد امنیتی که صورت گرفت که در گذشته دور قبلی نبود، اینا میتونست که ما رو وادار بسازه و متوجه بسازه که شاید مشکلات عظیمتر ما با او روبرو بشیم و ضرورت است که ادی با مصلحت نگذارم که ملت ما به طرف یک مصیبت برن. درست. با این مشکلات که شما با خود دارین و پیش بین هستین، چی سناریوی فرار روی افغانستان میتونه باشه از دید شما و تیمی که یا حلقه‌ای که شما تشکیل دادین به شمول حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و برخی از اعضای دیگر جمعیت اسلامی آقای محمد اسماعیل؟ یک تعداد شخصیت های مؤثر و تاثیرگذار افغانستان که در طول 40 سال مبارزات افغانستان نقش بسیار بزرگی در ادوار مختلف داشتن، اینا مجموعا جمع شدن و اینا حمایت میکنن از پروسه صلح که گرچه توقف کرده که امیدواریم که به زودی این پروسه صلح باز از سر گرفته شود و ما بتانیم افغانستان از بحران فعلی ایبار در یک پروسه صلح که او پروسه صلح بین طالبا، امریکایی ها و بین سران و شخصیت های بزرگ افغانستان به شمول حکومت بتانی ما افغانستان را به طرف یک صلح و ثباتی ببریم که ما شاهد ختم این جنگ فعلی باشیم.
ولی شما آقای محمد اسماعیل در آغاز با یک تیم انتخاباتی پیوستین و از رهبران تیم صلح و اعتدال بودین بر رهبری آقای محمد حنیف اطمر و باور شما ای بود که حتی در دور اول پیروز میشین در انتخابات، ولی یک بارگی کنار رفتین. منتقدین شما مشخصا من میگم آقای امرالله صالح معاون اول تکت انتخاباتی دولت ساز بر رهبری آقای اشرف غنی یک واژه بسیار زشتی را در برابر شما استفاده کرد که شما در طرح صلح آقای خلیلزاد پایدان کشال ها بودین و حال از همه چیز به دور ماندین و مخالف انتخابات یک حرکت را انداختین. خود در افغانستان متاسفانه انتقادها و یا به صلاح همو حرفه های منتقدین یک حد و حصر معینی نداره. همیشه همون ترتیبه که دشمنی ها در افغانستان حد و حصری نداره، همون ترتیب در انتقادها هم برادرای ما و خواهرای ما متاسفانه حرفایی میزنن که به شان خود از او هم نیست. ما در اون تیم انتخابات روی اصل نظامی که در اون نظام حکومت صدارتی باشه سر از اون اصل صحبت کرده بودیم و در اون ما طرح داشتیم که افغانستان از حکومت ریاستی به حکومت صدارتی و قدرت انتقال بکنه، از مرکز به ولایات و تعداد معاونین رئیس جمهور و صدر اعظم از دو به سه تغییر بکنه. اما وقتی که برادرای ما در اواخر نتونستم هم دیگر تحمل کنم برسیده به خاطر اون نوع حکومت، بین از اینا یک نوع اختلافی به وجود آمد و سبب شد که او تیم دیگه زیادتر ادامه نده. لذا این در هر در سیاست همیشه صحبت های در رابطه به اعتقاد و باورها و اندیشه و فکر امو سیاسیون هست، نباید اینا به انتقادات و حرفای زشت و سخت آدم پاسخ بگوید. درست. آقای محمد اسماعیل خان، هواداران شما هم مثل شما امروز به پای صندوق های رایدهی نرفتن؟ شما در ولایت های غرب کشور نفوذ زیادی دارین. متاسفانه که ما هم سخت متاثر شدیم که مردم ما در مجموع کمتر از 20% امروز در ولایت ما که نسبت به دیگه ولایت های غور و بادغیس و فرا اینا امتر است، اینا زیر خط 20% رفتن به پای صندوق ها و یقین دارم که در غور و بادغیس و فرا به مراتب کمتر از ایسته که حتی در یک ولسوالی ما 8 نفر رای دادند. یعنی در نال قضاوت کنیم که چقدر تفاوت بزرگی وجود داره که و در عین زمان در مدت امی یک شبان روز در 10 ولسوالی ما جنگ های بسیار شدید ادامه داشت که خیلی ها سایت هایی که در ابتدا توقع می رفت که از 301 سایت رایدی که اونها حکومت تقریبا 40% با تعدید بالا و 40 سایت تعدید بالا و 50 سایت در تعدید متوسط، اما دیدیم که متاسفانه بعضی از ولسوالی ها اصلا یک سایت هم باز نشد و در داخل شهر خیلی تعجب کردین در او سایت هایی که در گذشته در مرکز شهر در فاصله 500 متری دفتر والی که 7000 6000 رای در دورهای بعدی میدادن، این دفعه تعداد اینا به 200 نفر هم چرا نرسید. چون این چیزی بوده آقای اسماعیل خان، مردم واقعا به انتخابات باور نداشتن. مردم واقعا بله چرا چون این چیزی بوده حضور کمرنگ مردم در انتخابات؟ آیا هوادارای شما به دستور شما خودداری کردن از رای دادن یا نه؟ ما به مردم خود نگفتیم شما نریم. ما شخصا با تعدادی از سیاسیونی که اینها قبلا حدودا 3 هفته قبل به هرات آمدن یک طرح ما امروز صحبت کردیم و او طرح 8 ماده‌ای بردیم به کابل، با سایر سیاسیون صحبت کردیم که بیشتر عرض کردم که در خانه جناب آقای کرزی و جناب آقای گیلانی و طرح باید اعلان کردیم از طریق رسانه ها و رسانه شما هم او رسانه شما هم افشا ساخت. ما در شهر هرات ما با مردم گفتیم که خود مردم اختیار دارن. شخصا ما با پلیسی
و روند صلح ما ارزش بیشتر قائل میشیم. مردم با بیباوری ها و بیباوری هایی که به نظام داشتند و مردم با عدم به اصطلاح شفافیت و باورمند نبودن به انتخابات. سپاسگزار آقای محمد اسماعیل خان. و بسیار فشرده در یک جمله اگر بگوین که آیا فکر میکنین نتیجه انتخابات امروز در میان نامزدان انتخابات پذیرفته شود؟ من صدای شما رو نشنیدم. بسیار فشرده اگر بگوین که آیا فکر میکنین که نتیجه انتخابات شش میزان نامزدان انتخابات بپذیرن؟ ما با در نظر داشته انتقاداتی که هم حال ما از مجموعی کاندیداها که میشنام، حتی نام یک کاندید هم که رفت که رای بده به خودش نام خودش نبود و مشکلات تکنیکی در که در خود کمیسیون انتخابات وجود داشت. ما عدم میزان مشارکت مردم که ما دیدم که واقعا کمتر از حدوداً 40% است، باور من نمیایه که مردم و کاندیداها قبول کنه. ما باور من نمیایه. سپاسگزار آقای محمد اسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی، از حضور شما در برنامه.